بله دوستان، با پولارس رسیدیم رنگ یک دنیا توی این ویدیو. هر چقدر از این ویدیو بخوام بگم واقعا کمه. به هیچ عنوان این ویدیو رو از دست ندید رفقا، عجیب غریب سطحش بالا بود. سلام، به ویدیوی روز دوم بسیار بسیار خوش اومدید رفقا. این ویدیوی دوممونه برای امروز، همونطور که مشاهده میکنید و بهتون گفته بودم پولارس خدای من. اشتباه دادم بچه‌ها، دست بریم پولارس. حله، من بیزور دادم بچه‌ها. پولارس در برابر آکازا خدای من، تا 20 دنیا داره یه بازی فوق‌العاده رو به خودش میبینه. پولارس با ترکیب درید، یکی از پلیرهایی هستش که داره با ترکیب درید واقعا شاهکار میکنه. از اون تنها پلیرهایی هستش که داره با این ترکیب بازی میکنه. آکازا معلومه اسنایپش کرده بچه ها، اومده که اسنایپ بکنه پولارس رو، کاملا مشخصه. و بعد ببینیم که این بتل اسنایپ رو چطوری میتونه پشت سر بذاره. دارک پرینس، والکری، بومبر، اینا همش کارتای اسنایپ بچه ها. و فکر میکنم پولارس اسنایپ شده توی این بازی و این ترکیب آکازا اصلا چیزی نیستش که ما ازش سراغ داریم. و رفقا با آکازا صحبت کردم که برای آخر سن دوباره من عد بکنه، قبول کرده و میتونیم آکازا رو هم برای آخر سن داشته باشیم. دوستان دو ساعت آخر سن برای آکازا خیلی مهمه. خب بچه، بطل اول رو داریم، فکر کنم به آکازا ببازه. اسنایپ شده واقعا. سمت مخالف دریل رو زده، این هم از دارک پرینس. واقعا داره عجیب غریب پیش میره این بازی. بومبر تکامل، کانون، این هم از کارت آخر. 27 ثانیه بچه، آکازا بد جور اسنایپ کرد پولارس رو. بعد دوستان منتظر بطل بعد باشید، واقعا حیف شد، واقعا خیلی حیف شد. خب رفقا بریم برای بطل بعد. پولارس که رنگ های خفنی تونسته بزنه ولی اونقدر نیستش که مثل فلاولس بخواییم حسابش بکنیم. محمد لایت هم تو که مشاهده میکنید به محمد لایت خورده. محمد لایت در برابر پولارس به فاصله کمتر از 48 ساعت به پایان سیزن که داریم مشاهده میکنیم. مثلا الان دقیقا 48 ساعت مونده، شما دارید ویدیو رو نگاه میکنید، البته خود کمتر، تقریبا میخوام بهتون بگم 45-44 ساعت مونده پایان سیزن و شما دارید این مچ فوق‌العاده رو از تاپ 20 دنیا تماشا میکنید. و ترکیب دریل، ترکیب محمد لایت هیچ وین کاندیشن داره. اوکی، ماینر وین کاندیشنش و قبلا این ترکیب بدون ماینر بود بچه، گیتون ماشه پرینسس داشت، نسخه بودش که یه سیزن این 77 و محمد لایت و رایلی و اینا رنگ های یک و درسته و زدن به همین ترکیب که یه تغییراتی نسبت به اون موقع بهش انجام شده. نمیدونم اون موقع هم چطوری بدون وین کاندیشن و فقط با داشتن پرینسس داشتن بازی میکردن. اوکی، 3-2-1 وارد اوورتایم شدیم. یه بتل فوق العاده استثنایی رو داریم با هم دیگه مشاهده میکنیم. این ویدیوی دوممون برای امروز بود بچه ها، امیدوارم که ویدیوی اول رو تماشا کرده باشید چون به شدت ویدیوی خفنی شد. راکت استثنای تکامل که کارو در میاره. گابلین ماشین برای سمت راست، واقعا بتلیه که یه خورده محمد لایت مچاپ رو هم داره، هم داره بهتر عمل میکنه نسبت به اینکه مچاپ رو داره. البته اگه مچاپ 50-50 بود شاید یه سه دیگه نتیجه پیش میومد. اوکی، گاردین به همراه لیتل پرینس و گابلین ماشین که ضربه یه گابلین ماشین به تاور میخوره، خیلی کم شده واقعا دمیجی که وارد میکنه. اگه تون باشه موقعی که این کارت تازه اومده بود تقریبا میخوام بهتون بگم 978 تا کم میکرد هر ضربش، الان رسیده به 200 تقریبا 80% کم شده قدرتش. ضربه بعدی راکت داره بازی کامبک میخوره، داره بازی توسط پولارس در برابر محمد لایت کامبک میخوره و 50 ثانیه هم بیشتر باقی نمونده عزیزان دل. اینم از گابلین ماشین به همراه دیملوشر که کارت های جدید رو هر دوشون رو داره و ترکیب محمد لایت یه چیز عجیبی که داره اینه که بدون کارت جدید داره بازی میکنه و واقعا عملکرد فوق العاده ای از سمت مخالف کارت ها رو رفته. درویل بعد سمت به نظر من راست میزد، به نظر من البته.
لاگو میزنه. به نظرم سمت راست میزد خیلی بهتر بود. 20 ثانیه بچه ها، فقط 20 ثانیه. بعد گابلین ریلو بره، بعد همین اتفاقو رقم میزنه. اینم از راکت فنایت، فنایت بتل دوم رو هم میبازه. دوستان یه موضوعی راجع به پولارس بهتون بگم، تا همین یکی دو روز پیش که شما همیشه به لدر نگاه میکردید میدیدید که تو 3-4 روز گذشته نفر یک دنیا بوده و الان یه خورده منفی زده و باید ببینیم که میتونه جبران بکنه یا خیر. منتظر باشید. خب دوستان، همونطور که مشاهده میکنید بتل بعدی رو داریم از پولارس تو تاپ 30 دنیا به فاصله 48 ساعت به پایان در برابر کتوری رو که میشنسه دیگه. ماینر فال بریکر باز بوده ولی خب الان داره با ترکیب دریل بازی میکنه. دریل یا نمیدونم کارت آخرش چیه، کارت حمله ایش نمیدونم چیه، دریل یا ماینر، ولی احتمال اینکه دریل باشه خیلی زیاده. گابلین ماشین، اینم از خود گابلین. ضربه یه راکت به سمت تاور برخورد نمیکنه. بچه بعد همونطور که بهتون گفتم ترکیبش دریله. چه دمیجی وارد شد، خدای من چه دمیج زیادی وارد میکنه کتوری. یه خورده منفی زده پولارس ولی مطمئن باشید کامبک میزنه، شک نکنید. از الان به بعد بازی پولارسه، حتی اگه این بازی رو ببازه بقیهش رو که میخواییم بریم مطمئنم یه جوری مثبت میکنه دیگه. من بالاخره تا مثبت نکنه این ویدیو رو براتون نمیذارم و نرسه برن که یکی دنیا براتون این ویدیو رو آپلود نمیکنه. مطمئن باشید اگه شما دارید این ویدیو رو نگاه میکنید مطمئنن رسیده برن که یکی دنیا و هر دو کارت های خودشون رو میزنن. تقریبا ترکیب مشابه همه ولی خب گابلین و گارد تفاوت های این ترکیب به نظر میرسه. دریل برای هر دو تستای تکامل که تا همین لحظه کتوری بهتر عمل کرده. خب دوستان فلاینگ ماشین، یه چیز گابلین ماشین، سمت مخالف هر دو کارتاشون رو زدن. اینم از گاردین، نمیدونم چطوری میخواد کامبک بزنه ولی امیدوارم این اتفاقو بتونه رقم بزنه. پولارس کارش به شدت سخته. نه اولین باره که تو این سین از پولارس ما ویدیو داریم، کسیه که چند روز رنکی که دنیا بود ولی خب میگم منفی خورد. اون بتلی که منفی خورد رو من ندیدم، یعنی با چه بتلی بوده که منفی خورده اینجا چند تا بتل باخته. به هر حال ما منتظریم تا ببینیم که نوبت کامبک پولارس خواهد شد. مطمئن باشید خیلی زود این اتفاق میفته. اینم از گابلینا، گابلینا رو نگاه کنید ببینید به نفعی تموم میشه. گابلینا رو نگاه کنید بچه، باور نکردنیه، باور نکردنیه، خدای من این نتیجه غیر قابل باوره. به نفع پولارس تموم شد. بریم برای بطل بعد، خیلی تازه بازی گرم میشه. بلا فاصله دوستان بریم برای بتل بعد که یه بتل دیگه با هم دیگه از پولارس ببینیم و تمام بشه من ویدیومون. به غیر از این البته لیماناری که با ترکیب کلن میدونیم دیگه مورتار بازی میکنه، البته نمیدونم توی این متا هنوز به مورتارش پایبند بودی یا نه ولی خب ما دیدیم که ریتار یکی از پلیرهای فوق‌العاده ترکیب در واقع مورتار دیدیم که هنوز با این در واقع با این ترکیب دیگه بازی نمیکنه و بعد ببینیم که هری فکر میکنم با مورتار داره بازی میکنه. ویزارد و این کارتا برای ترکیب مورتار به نظر میرسه که باشه، حالا بازم مطمئن نیستم راجع به این موضوع. بسیار عالی پولارس، ببینیم جلوی یکی از ترکیبای سخت اگه اون چیزی باشه که من دارم فکر میکنم خیلی سخته کار پولارس. ببینیم میرسه به تابر، منظر تو میرسه؟ آه نمیرسه، حتی اگه نایت هم نبود نمیرسید. سیار عالی سمت مخالف مورتا، یم از تسلا. یک دقیقه و 30 ثانیه به پایان بیشتر باقی نمونده. ماینر نمت دریل، یه حمله رو انجام میده از سمت مخالف.
بلیزارد کلن ساخته شده تا این ترکیب رو شکست بده و ضربه یه دیملوشر به تاور برخورد میکنه. هر ضربهش اندازه یه دونه راکت میبره، راکت 4 اکسیریه. یک دقیقه 4 ثانیه زپ اِوولوشن خیلی داره حساس و سخت پیش میره برای پولارس. مورتار تسلا اینم از کارت. بسیار عالی. اوکی همین چیپ دمیجی که وارد میشه باعث میشه که این بازی رو پولارس ببره، مطمئن باشید. همین دمیجی که بخوره به ویزارد از بین میره. واقعا خیلی بهتر از ویزارد این دیملوشر. تنها نقطه ضعفش اینه که هوایی زن نمیزنه، یعنی اگه هوایی زن هم دیملوشر میزد دیگه به نظرم کسی از ویزارد استفاده نمیکرد اصلا. هم 4 اکسیریه هم یه سری مزیت ها نسبت به ویزارد داره. تنها در واقع چیزی که ویزارد داره و دیملوشر نداره همون ضرباتی که به در واقع کارتای هوایی زن وارد میکنه. خیلی هم مزیت خوبیه نسبت به دیملوشر، ولی اونقدر نیست به نظر من. دیملوشر به نظرم خیلی بهتر از ویزارده. زب بسیار عالی. ضربات ویزارد فکر کردم به تاور خورد ولی خب نه، اینطوری نشد. گابلین ماشین به نظرم خیلی کارت استیبلی شده، یعنی اونقدری قویه دیگه، نه اونقدری هم بگیم ضعیفه. یه کارت خیلی خوبیه. اگه یادتون باشه یه بار بهش گفتم که کارتیه که 5 اکسیر براش کمه، اگه یادتون باشه، که بعد از نرفی که انجام شد حالا میتونم بگم 5 اکسیر اوکیه برای همچین کارتی. بسیار عالی دوستان. فردا یک شنبه دیگه شب آخر سیزن رو براتون میذارم مطمئنن و دیگه میریم به استقبال یک ساعت آخر سیزن که عجیب غریب خواهد شد. یک دقیقه پایانی عیزان دل داریم وارد اکسیسه برابر میشیم. خیلی حساس داره پیش میره بچه ها. البته لیموناری فکر نمی کنم بتونه کامبک بزنه، خیلی دمیج زیادی بتونسته از لیموناری بگیره. پولارس داره دوباره میمید دیگه بچه ها، میمید دوتا بطل رو باخ همه رو داره میبره. اون دوتا بطل هم خدای جدای محمد لایت و رولکس بود، نه اینکه نتونه بزنه، ولی خب فرق میکنه داستان اون با پلیرهای دیگه. بسیار عالی. بیست ثانیه آخر اینم از دریل دیملوشر و تمام دوستان. خب دوستان تاپ 5 دنیا در حال حاضر پولارس، بریم ببینیم داره چی کار میکنه. یه چند ساعتی نبودیم بچه و بعدا داریم میبینیم که رسیدیم به تاپ 5 دنیا در برابر پلیری که من دیروز بوده پیروز براتون ویدیوشو گذاشتم، فکر کنم دیروز بودش. و همونطور که مشاهده میکنید این دوتا به هم دیگه خوردن. بطل فوق العاده حساس و جنجالی خواهد شد. آره بچه دیروز بود، دیروز بود براتون گذاشتم این ویدیو رو. پرینس اینم از ضربه راکت. ببینیم چه میکنه. اوکی خب دوستان بریم برای بطل بعدی در برابر نیکوکو، نفر دو دنیا تو سیزن دو سیزن گذشته. با ترکیب جاینت گریویارد بازی میکرد، جاینت اسپارکی بازی میکرد، ولی الان داریم مشاهده میکنیم که ترکیبش شده ترکیبای متا و چیزایی که الان داره بازی میشه باشون. نمیدونم والا وین کاندیشنش چیه، شاید همون دوباره جاینت باشه، مشخص نیست.
آره احتمال میدم، احتمال میدم که جاینت باشه. بچه ها این بطل برای تاپ یک میشه، الان رنگ سه دنیاست، سه چهار دنیاست. داشتم نگاه میکردم این چند ساعتی گذشته و دوباره کامبک زده. این موضوع رو هم بهتون یادم رفت که بگم، الان تقریبا بخوام بهتون بگم سه چهار ساعت نسبت به اون بطل قبلی که من میگم مشاهده کنیم گذشت، هم کامبک زد و هم ما آفلاین بودیم و الان رسیدیم به اساره و اصل کار. یعنی اگه این بطل رو ببره احتمالا برسه به رنگ یک دنیا یا دو دنیا، باید ببینیم چی میشه. اوکی پکا، ترکیب نیکوکو پکا، من دیده بودم از پکا استفاده میکنه این چند وقت اخیر. بله یه حمله خیلی قوی باید داشته باشه الان پولارس تا تابر سمت چپ راحت و سریع بتونه بگیره. ببینیم میرسه به تابر، نه خیلی کم مونده بود. پویزن لاگ پرینس با نایس جم میشه، اسپریت بسیار عالی. خب رفقا نماز روی پکا خیلی داره تمنا میکنه نیکوکو، ولی خب به نتیجه نمیرسه طبیعتا. لاگ یک دقیقه و 30 ثانیه، بسط خیلی حساسیه که داریم با هم دیگه میبینیم. بسیار عالی، اینم از دریل آیس اسپریت میکنم بخوره به تابر. بله دوستان چجوری رسید واقعا. نایت کارت را دیگه داره همجوری پشت سر هم میریزه. اوه دیگه سب کنید داره سخت پیش میره. پویزن اینم از دریل و تمام. تمام دوستان بهتون نشون میدم به چه کابی رسیده. خب دوستان همونطور که مشاهده میکنید ویدیومون تمام شد، رسید به رنگ یک دنیا و دیگه بهتر از این واقعا نمیشد. براتون فردا برنامه های زیادی دارم، حمایت رو فراموش نکنید، لایک ویدیو هر چیزی که هست انجام بدید. خیلی ممنون، چاکریم، فعلا.